باب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. آذرنیوز آذربایجان با عنوان چند پارگی در رژیم ایران، روشنگری کارشناسان در رابطه با علت ترورهای مرموز در داخل ایران نوشت: قتل یکی از نزدیکان ولی فقیه یک اتفاق عادی نیست، به خصوص اینکه ترور یک روحانی پیام مستقیم خامنه ای است و می توان آن را نتیجه اختلافات جنایی درون حکومت نیز نامید. سایت نتبلاکس نوشت: داده‌های شبکه در جمعه 28 آوریل نشان دهنده اختلال در اتصال اینترنت در زاهدان در ایران است. این حادثه آخرین مورد از یک سری قطعی اینترنت است که اعتراضات ضد دولتی هر هفته در نماز جمعه را هدف قرار می‌دهد. سایت سناتور جونی ارنست آمریکا نوشت: سناتور جونی ارنست جمهوری‌خواه از آیوا و ریچارد بلومنتال دموکرات از کانتیکت که از اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا هستند، رهبری یک فشار دو حزبی برای توقف تأمین مالی تروریسم و اعمال تحریم‌های نفتی ایران را بر عهده گرفتند. سایت واشنگتن فری بیکن با عنوان محتوای طرح جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان برای توقف دومین توافق هسته‌ای ایران نوشت: به گفته منابع مطلع، کنگره در حال آماده سازی مجموعه از لوایح است که به طور مؤثری هر امیدی که دولت بایدن برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای اصلاح شده با ایران داشته باشد را از بین می‌برد. سایت CNN با عنوان تحقیقات نشان می‌دهد پهپادهای ایرانی که توسط روسیه در اوکراین مستقر شدند، از فناوری سرقت شده غربی استفاده می‌کنند نوشت: CRR، یک سازمان مستقر در بریتانیا که اجزای تسلیحات را بررسی می‌کند، نشان داده است که پهپادهای شاهد 136 فروخته شده توسط ایران به روسیه از موتوری مبتنی بر فناوری آلمانی برخوردار هستند. فناوری که تقریباً 20 سال پیش به طور غیرقانونی توسط ایران به دست آمده است. والستریت جورنال نوشت: دولت بایدن تحریم‌هایی را روی سرویس‌های امنیتی پیشگام در روسیه و ایران اعمال کرد. این کار به خاطر روندی از زندانی کردن خلاف قانون آمریکاییان به منظور استفاده از آنها برای اهرم سیاسی است. روزنامه فاینانشال تایمز نوشت: آمریکا یک کشتی بارگیری شده با نفت خام ایران را که به مقصد چین حرکت می‌کرد، تغییر مسیر داده است. واشنگتن به دنبال تشدید اجرای تحریم‌ها علیه تهران است. وال استریت ژورنال با عنوان آمریکا در پیامی به ایران جنگنده‌های خود را به بمب‌های سنگرشکن مجهز کرد نوشت: ارتش ایالات متحده برای اولین بار در جدیدترین اقدام برای بازدارندگی ایران، بمب‌های 250 پوندی سنگرشکن را بر روی هواپیماهای ضربتی که اخیراً به خاورمیانه فرستاده سوار کرده است. خبرگزاری فرانسه نوشت: اپراتور نفتکشی که به مقصد آمریکا در حرکت بود و روز جمعه توسط رژیم ایران در سواحل عمان توقیف شده بود، گفت این کشتی حامل 24 خدمه هندی بود و افزود که برای آزادی آنها تلاش می‌کند. الشرق الاوسط چاپ لندن نوشت: رژیم ایران شرکت کنندگان در یک کنفرانس را که خواستار برگزاری رفراندوم بودند را دستگیر کرد.